با درود خدمت دوستان گرامی چندی پیش توی تلگرام یک سوال داده بودم و تقریبا پنجاه درصد دوستان میشه گفت اون سوال رو اشتباه جواب داده بودن راجع به فورفارد حق تقدم سر اون تقاطع ها به خصوص هایی که همچین شکلایی دارن به اینا میگن اب کنیکندشت خواست که در این موارد باید دقت کنیم ما بچه ها سر یک کرایتسونگ چهار فرقی نداره چه شکلش چجوری جوری باشه همیشه باید یه چیز رو در نظر بگیریم. اگر هیچ فرکرت سایشن یا تابلوی راهنمای رانندگی تابلوی علائمی ندیدیم سر اینها اون موقع است که باید به راست حق تقدم بدیم مثلا اگر اینجا دارم میرم باید به این راستی اگه کسی که از اینجا میاد نسبت به من حق تقدم داره اگر من از اینجا دارم میام کسی که سمت راستم هست سمت راستم میشه کی میشه این دیگه این نسبت به من حق تقدم داره اگر از اینجا دارم میام سمت راستم که این باشه حق تقدم داره پس این حالتی هست که هیچ تابلو اینجا نباشه بعضی مواقع تابلو مشخص میکنه و میگه که یک مسیر که مثلا مستقیم باشه حق تقدم داره که من اینو دارم از اینجا میرم اینو سر خیابونم ببینم سر تقاطم ببینم میفهمم که اینجا من نیاز نیست به این راستی حق تقدم بدم من راحت میرم ادامه میدم به همین ترتیب همچین چیزی اگه اینجا باشه اینجا هم هست معمولا و میگه اونوری هم به همین ترتیب وقتی داره میاد نیاز نیست به سمت راستش که این باشه حق تقدم بده و حرکت میکنه میره یعنی حق تقدم داره پس این هم یه حالته در این حالتهایی که مسیر اصلی مسیری که حق تقدم داره پیچ نداشته باشه مستقیم باشه دیگه ما به اینا نیاز نداریم ولی بعضی مواقع من نمیخوام میخوام بگم که وقت این مسیر تا اینجا حق تقدم داره ولی ادامهش که مستقیم باشه دیگه حق تقدم نداره و میخوام بگم حق تقدمم پیچی میشه اینجوری میشه در این موارد میام از اینا استفاده میکنم که این نشون میده اگر این بیاد اینجا قرار بگیره خب پس اگر این بیاد اینجا قرار بگیره نشون میده که خیابون اصلی اگر این بوده از قبل دیگه این نیست بلکه اینه پس این تابلو در واقع داره به من کمک میکنه که مسیر اصلی رو بفهمم کجاست اگر این بود فقط این بود میدونستم که این مسیر من تو اصلیم هم نیازیست به این حق تقدم بدم اگر این اومد میگه تا اینجا اصلیه بقیه این دیگه اصلیه و اگر من همچی چیزی داشتم حتما هم یه مسیر اینجوری میاد برام میذاره مثلا اگر اینجا میام میفهمم که تو اصلی و مسیر اصلی اینه و من تو این مسیر حق تقدم دارم هر دو رو میبینید بچه این تکی نمیاد اینجا قرار بگیره اینم براش میاد که بگه یعنی چی؟ یعنی این کسی که تو این مسیره شما دارید از اینجا میرید شما تو این مسیرید و این مسیر حق تقدم داره همین دوتایی که اینجا میبینید بچه ها دیگه کجا میتونه قرار میگیره؟ باز برای کسی که از اینجا میاد چون اونم تو اصلیه میبینید از اینجا میاد اونم باید همچین همین دوتا رو یعنی همین دوتا رو من بگیرم کپی پیست کنم اونم سر خیابونش خواهد داشت کسی که از اینجا میاد میفهمه که تو اصلیه و حق تقدم داره و این دوتایی که تو فرعیان مسلما باز این, این حالت رو دارن که بفهمم تو فرعیان اینا اینجا این کسی که از اینجا میاد بفهمه که تو فرعیه و این کسی که از اینجا میاد بفهمه که تو فرعیه ولی واسه اینها واسه این دوتا دیگه چی میاد فورفارد یعنی استوپی هم میاد اینجا قرار میگیره براشون که یا آقا اینا باید استوپ هم بکنید اینجا البته این تابلو تابلو استوپ نیست بچا این تابلو تابلوی دادن حق تقدمه بهش میگن فورفارد توجهید پس هیچ موقع فکر نکنید فقط این باید باشه اینها هم هستن که به که نه فقط تو فرعی باید فورفارد باید اگر از اینجا میام من تو فرعی ام و باید حق تقدم بدم سرایی هم همینه بچه ها اینجا میگه اگه من از اینجا بیام میگه من اگر تو این مسیر حرکت کنم توی اصلی هستم بنابراین تو اصلی همیشه یه چیز اینجوری هم میذاره که میگه شما تو اصلی برای اینی که اینجا داره میره میگه که بغل سمت راست خیابونش تابلوها هستن این هم سمت راست خیابونش تابلو هست تابلوش میگه شما توی فری هستید و تو فری باید حق تقدم میده اینم که از این ور میاد سمت راست خیابونش اینجا تابلوها نصب میشن و میگه شما تو اصلی هستید و تو اصلی چی دارید؟ حق تقدم دارید اینجوری بنابراین سمت راست هر خیابونی تو این تقاطع ها بچه ها این ها هستن این شکله هست و این که شما تو فری هستید یا تو اصلی هستید یا تو فری هستید و اینو باید دقت کنید حالا بعضی مواقع من بیام اینجا فرض کنیم اینجا ما هر دو تو فرعی باشیم فرض کنیم مثلا یه من این این اصلیه درسته فرض کنیم هر دو تو اصلی این تو اصلی داره از این ور میاد منم دارم از این ور میرام. اگه من دارم این ور میرم میخوام بپیچم یعنی مسیر اصلی رو بخوام ادامه بدم دیگه اینجا نیاز به توجه به چیزی ندارم حق تقدم همیشه هم با منه ببینید من تو مسیر اصلی دارم میرم اونی هم که از اون ور میاد اونم تو مسیر اصلی بخواد بیاد من اون با هم برخوردی هم نداریم هر اون تو اصلیم من توی اصلی از اینجا میرم این ور. اون تو اصلی از اینجا میاد این ور مشکلی هم نیست هیچکس هم نمیخواد فکر کنه داره چیکار میکنه پس اگر شما اگر توی اصلی حرکت میکنید و ادامه حرکتتون هم تو اصلی هست نیاز به هیچ کاری ندارید حق تقدم دارید ولی بله اگر از تو اصلی حرکت میکنید و میخواد برید تو فرعی دقت کنید از اصلی میخواد بری تو فرعی اونجا باید دقت کنید متوجهید مگر از اصلی بخوام برم تو فرعی از اصلی بخوام برم تو فرعی باید دقت کنم که کسی که تو اصلیه فقط تو اصلیه اون حق تقدم داره مثلا من دارم از اینجا میرم درسته دارم از اینجا میرم میخوام بپیچم اینور اول که راهنما میزنم راهنمای چپ میزنم که از اینجا میخوام بپیچم اینور ولی اگر یکی از اینجا بیاد من نباید راهشو سد کنم اونی که تو اصلی میخواد حرکت کنه راهنما هم زده دقت میکنیم اگه تو اصلی هم باشیم اینجا سر اینا همیشه باید راهنما بزنیم مگر اینکه بخوایم مستقیم بریم مثلا من اگر اینجا بخوام برم بخوام سمت حتی تو اصلی هم بپیچم باید راهنمای راست بزنم اگه مستقیم بخوام برم راهنما نمیخواد بزنید ولی بعضی مواقع مستقیم نیست یکم حالت کج داره اینجوریه اون موقع هم دیگه باید راهنمای چپ یا راست بزنیم دیگه درسته پس این, این سر این تقاطع ها هیچ وقت راهنما زدن رو را فراموش نکنید حتی اگر تو اصلی میخواید برید که پشتیتون به هر بدونه کجا دارید میرید مگر اینکه مستقیم بخواید برید خب حالا فرض کنید این تو اصلی میخواد بیاد تو خود اصلی بمونه رانمام هم زده از اینجا داره میاد منم از اینجا میخوام مستقیم برم تو این آیا من باید به این که از این ور داره میاد حق تقدم بدم بله چون اون تو اصلی میمونه میبینید میمونه من نمیرم راهشو قطع کنم مشخصه نباید راهشو قطع کنی اگر یکی تو فرعی باشه دقت کنید این تابلوها رو ممکنه تو عکسایی که توی گواهینامه هست بعضی مواقع تابلو دقیقا اینجا نمیذارن بچا یکم فا... با فاصله میذارن نسبت به این ممکن اینجا فضای سبز باشه شما تو عکس به خصوص این تابلوها رو نبینید ولی باید بدونید هست اگر اینجا یه نفر بخواد از اینجا بیاد تو دو نفر اینجا اینجا و اینجا تو اصلی نیستن هر دوشون اینکه که میخواد بیاد اینجا اینو داره این میخواد بره این و اینو داره اینجا دیگه قانون چپ به راسته هیچ کدوم تو اصلی نیستن دقیقا هیچ کدوم تو اصلی نیستن اینی که از این ور میاد باید به سمت راستش که این باشه حق تقدم بده پس این حق تقدم داره نسبت به این پس اگر هر دو تو فرعی بودن قانون راست به چپ تقدم داره باز اجرا میشه ولی اگر یکی تو اصلی بود اون دوتای دیگه تو فرعی بودن اون اصلیه بخواد رو اصلی حرکت کنه یا بخواد بره تو فرعی هر کاری بخواد بکنه اون حق تقدم داره چون تو اصلی اگه هر دو تو اصلی باشن اونی که تو اصلی میمونه حق تقدم داره اونی که از اصلی میخواد بره فرعی باید به اونی که تو اصلی میمونه حق تقدم بده همینا رو بلد باشید قاعدتا مشکل حل میشه اگر اینجا مثلا دقت کنیم اگر من یکی بخواد از اینجا بیاد تابلوش اینه یکی بخواد از اینجا بیاد تابلوش اینه اگه هر دو تو اصلی میرم از اینجا بخوام برم اینجا اونم از اینجا بخواد بیاد اینجا کسی نمیخواد به کسی حق تقدم بده این دو تا هر دو تو اصلی ان مشکلی پیش نمیاد اگه من اگر تو اصلی بخوام بمونم اینجا اون بخواد مستقیم بره راهنما دیگه نمیخواد بزنه ولی باید به منی که تو اصلی موندهم حق تقدم بده چون میخواد از اصلی بره تو فرعی اگه این که از اینجا میاد میخواد مستقیم بره و اینی که از تو فرعی میاد میخواد به پیچھے بیاد این وقت مسلما اونی که تو اصلی از اصلی میاد حق تقدم داره حالا این چیزی که مطرح شده بود اینه اینجا به نظرتون کی اول کی دوم و کی سوم میره